من صریحا میتونم بگم هیچ ارتباطی این افراد با بی بی سی نداشتند. قبلا هم اینو گفتم. اینجا یک پارتی شبانه در دل لندن است. پارتی که میهمانان و میزبانانش کارکنان بی بی سی فارسی است. اما از این محفل شبانه وارد اتاق دیگری در لندن میشویم، جایی که همان افراد حضور دارن اما قرار است برنامه ریزی هایی را هم انجام دهند. یه سر نرم هر رو بیریزم بسه اینجا سنگه با کار. به نام خدای مهربون، با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام، شب بخیر. به 23 آخرین چهارشنبه سال 90 خوش اومدید. اتفاقی عجیب، عقبگرد قیمت خودرو. 4 روز بعد از خبر توافق خودروسازا با سازمان حمایت برای بالا بردن قیمت خودرو، امروز از ستاد تنظیم بازار خبر رسیدی که چون این افزایش قیمت بدون موافقت ستاد تنظیم بازار بوده، توافق انجام شده لغوه و قیمت‌ها باید به حالت سابق برگرده. معاون اول رئیس جمهور مسئول تعزیرات رو هم مأمور کرده تا با شدت با افراد و بخش‌های متخلف در این بازار برخورد کنه. ستاد تنظیم بازار معتقده خودروسازا در صورتی میتونستن قیمت‌هاشون رو افزایش بدن که کیفیت محصولاتشون بالا میرفت. 23 که در طول این هفته بالا رفتن قیمت خودرو رو دنبال میکرده، سعی میکنه اجرایی شدن دستورالعمل برگشت قیمت‌ها رو در بازار خودرو پیگیر باشه. حکم دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی، اکثر اعضا ابقا شدند. در حکم رهبر معظم انقلاب فقط سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی چهره جدید اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. البته آقایان محمد حسین صفار هرندی، حسین محمدی، صادق واعظ‌زاده، احمد وحیدی، محمود محمدی عراقی و غلام رضا مصباحی مقدم چهره‌های جدیدی بودند که به عنوان اعضای حقیقی به ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده شدند. دستور کار امروز خانه ملت، سوال از نمایندگان ملت، جواب از منتخب ملت. مجلس امروز میزبان رئیس دولت بود تا به 10 سوال 79 وکیل ملت پاسخ بده. با جلسه امروز اصل 88 قانون اساسی و ماده 196 آیین‌نامه داخلی مجلس برای اولین بار به فعالیت رسید. مطهری نماینده نماینده‌های سوال کننده بود و سوال‌ها را پرسید و رئیس جمهور هم پاسخ داد. سوال و جوابایی که حدوداً یک ساعت طول کشید و 23 در ادامه مفصل‌تر به اون می‌پردازه. 18% افزایش برای دستمزد 91 کارگران. این رقم حاصل نشست امروز اعضای شورای عالی کار بابت تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کاره. با این تصمیم حداقل دستمزد در سال جدید 389754 تومان تعیین شد. علاوه بر دستمزد، بن نقدی کارگری هم از 28000 تومان به 35000 تومان رسید. دولت مردا امروز آخرین جلسه هیئت دولت رو هم برپا کردن. جلسه ای که بهمنی با طبع شعرش حاشیه ساز اون بود. سمرات دیگرم، هم سال فراوانی و هم سال کرم بود. بر کیسه سرازیر شدن باز درآمد، آن که از همه بسیار درآمد پدرم بود. ترین های تخلفات رانندگی در سالی که گذشت. صدرنشین این تخلف ها که خوشبختانه از انگشتای یه دست بیشتر نیست، نبستن کمربند ایمنیه که تا الان 9,230,000 برگه جریمه براش صادر شده که اگه قرار بود با نرخ فعلی جریمه یعنی 30,000 تومان حساب بشه، 276,900,000,000 تومان میشد. اما این نرخ از دیما اعلام شده. تردد غیر مجاز در محدودیه طرح ترافیک و زوج و فرد، پارک ممنوع، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و تجاوز از سرعت مجاز هم به ترتیب بیشترین تخلف‌های رانندگی اعلام شده. اما یه توصیه به متخلف‌های حرفه‌ای، اگه جریمه بالای 1,000,000 تومانی دارید، حتما تا آخر سال پرداخت کنید، چون در ایام نوروز وضعیت خودروها آنلاین رصد میشه و خودروهایی با این جرایم متوقف میشن. آرایش مدیریتی شهرداری تهران تغییر کرد. خبرهای رسیده از شهرداری تهران حاکی از اینه که امروز معاونین خدمات شهری و معماری و شهرسازی شهرداری تهران و 8 نفر از شهرداران مناطق تغییر کردند که از این تعداد 7 نفر فقط جابجا شدند. زن مجازی، شکار تازی پلیس در فضای مجازی.
سلام، من سپیدم، میخواستم با هم چت بکنیم. فضای یاهو مسنجر چت روم با تقلید صدای دخترونه با چند تا کلیپ رایش نشون میدادم، میگفتم این من هستم. نزدیک به 1000 نفر رو تونستم مثلا باشون ارتباط برقرار بکنم، نزدیک 700-800 نفر تصویر گرفتم ازشون، ضبط کردم تصویر شخصیشون رو و تهدیدشون کردم با آدرس و تلفنی که داشتم، تهدیدشون کردم که باید به من پول بدن، در مجموع 7-8 میلیون تومان. افرادهایی بودن که اقفال شده بودن و حیثیت و آبروشون رو در واقع در خطر میدونن و بسیار ترسیده بودن، ملزم شده بودن که ماهانه وجهی رو اختصاص بدن به این کار. شماره کارت مادرش رو اعلام میکرده که میگفتن آقا این شماره کارت من هست، شما به این شماره کارت واریز بکنید. آسمون گرد و غبار خونه تکونی ها رو پس آورد. ریزگرد هایی که چند روزی خودشون رو از کویت، اردن، عربستان و عراق به نیمه غربی کشورمون رسوندن، آسمون این مناطق رو خاکستری کردن. تا الان خوزستان با غلظت هوای 8 برابر حد مجاز آلوده ترین استان بوده. در خوزستان سرعت طوفان گرد و غبار تا 52 کیلومتر هم رسیده و به بعضی خونه ها و درخت ها هم آسیب زده. اما در بوشهر و اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد گرد و غبار به ترتیب به 6، 5 و 3 برابر حد مجاز رسیده. شدت گرد و غبار در آذربایجان شرقی، خوزستان و لرستان هم به حدی رسید که بعضی از دانش آموزا رو خونه نشین کرد. کاروانی که رفیق نیمه راه مسافراش شد. این مسافرا از لرستان به فرودگاه امام آورده شده بودند تا با هواپیما راهی کربلا بشه، اما در فرودگاه متوجه میشن که رئیس کاروان با پول مسافرا رفته. نفر 750 تومان ما گرفته هم کربلا برم و هم سوریه. از ما نپرسیدن شام خوردید، نهار خوردید؟ تا یه نفر امروز به خاطر رضای خدا آمد گفت من براتون قضا میگیرم. ما حالا پاسپورت هم چش ندیم، پاسپورت هم همین ندیم بچش. گوشی هر چی زنگ میزنی بر نمیاد. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش. آخه من مسئولش نیستم حاج خانم، من مسئول نیستم. من در مورد کاروانشون تحقیق کردم، مدیر کل هرجوریات عفان زنگ زدم میگن اینا مجوز ندارن اصلا. بیت از من تهیه کردن، پول ندادن، منم بلیتاشون ندادم. برگشتنشون چی میشه؟ برگشتشون من از خودم پرداخت کردم. البته این مسافرها بالاخره بعد از 2 روز سرگردانی و کلی پیگیری با هزینه شخصی بقیه مسئولای کاروان زمینی راهی کربلا شدن. آخرین خبرها حاکی از دستگیری فرد کلاهبرداره. خلبان حرفه‌ای ایرانی در نشست شورای بشر، خلبان شهبازی که چند وقت پیش جون مسافراش رو با فرود هنرمندانه هواپیمایی مشکل دار نجات داد، حالا برای پیگیری حقوق مسافرای ایرانی تا ژنو رفته. من ماموریت پیدا کردم که در ژنو بیام و صدای مظلومیت صنعت هوایی کشورمون رو به گوش جهان برسونم. تحریم صنعت هوایی تحقیقا میتونم بگم برخلاف تمام این قوانینیه که اینها خودشون بانیانش بودن و من دارم از همین مسئله با این ابزاری که خودشون به اصطلاح دارم در اختیار من گذاشتن دارم باهاشون صحبت میکنم، چون امضاهای خودشون رو نشون دارم میدم. نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جلیلی، در این نامه با تاکید بر لزوم انجام گفتگوهای سازنده، جدی و بدون پیش‌شرط با هدف تحقق همکاری پایدار آورده که از موضع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر احترام به حقوق جمهوری اسلامی در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طبق معاهده NPT استقبال می‌کند. در این نامه همچنین اومده که نمایندگان دو طرف درباره تعیین زمان و مکان دور جدید گفتگوها با هم در تماس خواهند بود. روزهای ناخوش بنزین فرانسوی. مردم فرانسه از صبح امروز مجبور شدن برای هر لیتر بنزین سوپر بالای 2 یورو و برای هر لیتر بنزین معمولی هم نزدیک 2 یورو پول بدن. ارقامی که از زمان بایکوت نفتی فرانسه توسط ایران و بالا رفتن قیمت بنزین در این کشور یه رکورد تازه به حساب میاد.
در ایتالیا هم سیاست‌های اقتصادی دولت دوباره راننده‌های وسایل حمل و نقل عمومی رو به اعتصاب کشوند و باز هم رفت و آمد مردم مختل شد. اما با این حال کماکان پای ثابت اعتراض‌های خیابونی خود یونانی‌ها هستند. کارمندان وزارت توسعه و کارکنان آسایشگاه‌های دولتی یونان دیروز هر کدوم به شیوه خودشون به تعطیلی سازمان‌های دولتی اعتراض داشتند. و نمایشگاهی از نسل جدید ربات‌های خانگی. از بین ربات‌های به نمایش درآمده چند تاشون بیشتر از بقیه به چشم میان. ربات سخنگو که به حرفای مخاطبش واکنش نشون میده و اگر بخوای برات آواز هم میخونه. رباتایی که حرکات انسان رو تقلید میکنن و از همه جالبتر ربات‌های دایناسور که قرار نقش حیوانات خانگی رو بازی کنن. سوال و جواب امروز در بهارستان جزء خبرهای مهم تلقی میشد. مهم از چند نظر. اول اینکه برای اولین بار بود که این ظرفیت قانونی به فعلیت می رسید. دوم به دلیل محتوای سوالها و جوابهای مطرح شده و سوم فضایی که سوالهای پرسیده و جوابهای داده شده بود ایجاد کرد. امروز طبق برنامه ساعت 9 صبح رئیس جمهور به بهارستان اومد تا سوالات دهگانه 79 نماینده مجلس رو پاسخگو باشه. جلسه‌ای که میشه گفت به نوعی نمایش ظرفیت‌های مردم سالاری دینی و قانونگرایی بود. بعد از استقبال گرم نماینده‌ها از رئیس جمهور، مطهری به نمایندگی از نماینده‌ها پشت تریبون رفت و در 20 دقیقه تقریباً همه سوال‌های مطروحه رو پرسید و از حضور رئیس جمهور در بهارستان برای پاسخ به این سوالات قدردانی کرد. از جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری که قبول زحمت فرمودن تشکر می‌کنیم و طبعا هر مقدار که وقتشان اجازه بدهد به سوالات پاسخ خواهند داد. رئیس جمهور هم اول یک نکته رو یادآور شد و بعد جواب تشکر رو داد. سوال طبق قانون اساسی حق مجلس است. وزرا و رئیس جمهور هم باید پاسخ بدهند. بنابراین اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است. جمعی از نمایندگان سوالاتی را مطرح کردند، بنده هم میخوام پاسخ بدم. البته این سوالات مدت هاست مطرحه، سر زبون هاست، به بیان های مختلف در رسانه های گوناگون مطرح شده، صدها ساعت روش حرف زده شده. من از سوال کننده های محترم تشکر میکنم که این فرصت رو دادن که ما پاسخ بدیم. اما سوال و جواب هایی که از میون این 10 سوال و جواب بیشتر از همه چشم 23 رو گرفت. چرا قانون تسهیلات ارضی برای متروی تهران و کلان شهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها علارغم نیاز مبرم این شهرها به روانسازی ترافیک و با وجود اینکه اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب افزایش 30% استفاده از مترو شده است ابلاغ و اجرا نشد؟ تشخیص این که مصوبه قانون هست یا نه با رئیس دولت نیست و وی صرفاً باید مصوبه ای را که مراحل قانونی خود را طی کرده اجرا کند. گفتن چرا تسهیلات به مترو تهران داده نشده؟ من میخونم این مصوبه رو، اون نکتش رو. میگن دولت تا پایان سال 89 از محل حساب ذخیره ارضی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان کشور این پول رو در اختیار شهرداری ها بده. بعدم گفته خودش ضامن بشه، خودش هم بازپرداخت کنه. چطوری میشه دولت وام بده؟ دولت مگه برای جایی برای وام داره؟ خب بالاخره قانون میخوام بنویسیم، باید جوری بنویسیم که قابل اجرا باشه. خب شما چه نوشتید؟ مشخص میکردید از کدوم ردیف کم کن به کدوم ردیف اضافه کن، اما حتما خلاف اصل 75. اینجا میگه اون چیزی که بار مالی داره منبع تعیین نشده قابل طرح در مجلس نیست، یعنی اصلا نمیتونه وارد بشه. شورای نگهبان هم به صراحت گفته این خلاف اصل 75 بس دیگه قابل طرح نیست. چرا جناب عالی با علم به اینکه انتقاد رئیس جمهور کشور از برخی مجریان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و انحطاط وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد در برنامه زنده تلویزیونی از دولت سلب مسئولیت نمودید و پس از مخالفت گسترده مراجع اعزام تقلید ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعلام فرمودید که
حرف ما همان است که گفتیم. این رفتار شما چگونه توجیه می شود؟ گفتن چرا راجع به عفاف و حجاب نظر دادی؟ ما چی گفتیم؟ من چند تا حرف روشن دارم. ما گفتیم آقا این ملت با فرهنگترین ملت هاست، متمدنترین ملت هاست، همه ارزش ها، اصول، دین، معنویت همین ملت حفظ کرده. این اشکال داره، حرفای ما ایناست. والا ما میگیم ملت ایران مؤمنن، پاکن، خوبن، دوست داشتنین. من و شما هم همین ملت سر کار آوردن. جناب آقای رئیس جمهور، مقاومت 11 روزه جناب عالی در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای جناب آقای مصلحی در وزارت اطلاعات چه توجیهی دارد؟ گفتن که من 11 روز خونه نشینی کردم. اینم از اون حرفاست. احمدی نژاد و خونه نشینی و استراحت، اکثر مردم به من میگن بابا یه روزم استراحت کن، یه خورده به خودت برس. بعضی از خود دوستانم گفتن تو این دوتا دولت حتی یه روز کارا تعطیل نشده. اگه یه شب ساعت 10 رفتیم خونه، صبح زودتر اومدیم، بعد از اذان صبح اومدیم که یه جوری تلافی بشه. مبلغ 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقای شاخصهای فرهنگی کشور در قانون بودجه سال 89 چگونه هزینه شده است؟ کمیته از طرف کمیسیون فرهنگی مأمور شد که درباره این موضوع تحقیق کند. نتیجه این بود که تنها حدود 20% این مبلغ تخصیص داده شده و در اختیار استانداری ها قرار گرفته است. نماینده رئیس جمهور محترم برای پاسخ به این سوال در کمیسیون فرهنگی نیز فرمودند 35% این مبلغ به نحو مذکور تخصیص داده شده است. سوال این است که بقیه این مبلغ در کجا هزینه شده است؟ گفتم بودجه فرهنگی کجا خرج شده 1500 میلیارد تومان؟ چرا 20%ش تخصیص داده شده؟ خب تخصیص به اندازه درآمداست دیگه. خود شما مصوب کردید بودجه های فرهنگی کشور در اختیار سازمان تبلیغات، حوزه های علمیه، صدا و سیما، وزارت ارشاد، شورای مرکزی ائمه جمعه و در اختیار استان هاست. استان ها چجوری خرج میکنن؟ شما مصوب کردید شورای برنامه ریزی استان ها، همه توش هستن، شما هم تشریف دارید. اما یه نکته سوال بعدی که به نظرم ایشون دیگه نرسیدن بخونن، سوال کردن که چرا تشکیل وزارت ورزش دیر انجام شده، معرفی وزیر دیر انجام شده، اونم با یک نامه غیر معمول. آیا این نشونه قانونگریزی دولت نیست؟ یه جا شما در ادغام وزارتخونه ها میاد میگید اول شرح وظایف بده بعد وزرا رو معرفی کن، اینجا بدون شرح وظایف میگید یالا وزیر معرفی کن. ای داد بیداد، رئیس جمهور تقلف کرده است. ما از چی تقلف کردیم بین خود و خدا؟ شما خودتون قاضی. اولا تو اینجا تکلیفی برای رئیس جمهور تعیین شده؟ کجا گفتید رئیس جمهور باید ادغام کند؟ گفتید خودشون ادغام میشن. ما جلوشو گرفتیم. البته نماینده سوال کننده ها به دلیل کمبود وقت سوال مربوط به نحوه عزل وزیر خارجه سابق رو از قلم انداخت، ولی رئیس جمهور نذاشت این سوال بی جواب بمونه. پرسیدن که عزل وزیر خارجه آن هم در حال مأموریت سنگال چرا انجام شده؟ این موجب وهن نظام شده. من میتونم از شما بپرسم چه کسی به ایشون مأموریت داده؟ من مأموریت دادم؟ اگه شما دادید بگید. من همچین مأموریتی ندادم. بعد از اینکه به یه عزیزی بگیم آقا خیلی ممنون دیگه شما تشریف ندارید، دیگه مأموریت چه معنایی داره؟ از یک ساعت وقت پاسخگویی رئیس جمهور 40 دقیقه بیشتر نگذشته بود که سوالی بی جواب باقی نموند. تله اطلاعاتی برای درآوردن چشم روباه، تله‌ای که گرفتارانش اسراری از طراحی‌های پیچیده برای جاسوسی و ایجاد تنش در ایران رو برملا کرده بودند، اما چشم روباه همه رو منکر شده بود. امشب قرار چند سند در این باره منتشر بشه. چشم روباه کور شد. این تیتری است که خبر از فروپاشی یکی دیگر از شبکه‌های عوامل بی بی سی فارسی در ایران می‌دهد. اما چند ساعت پس از انتشار این خبر، بلافاصله رئیس بی بی سی فارسی اینگونه دستپاچه وارد استودیو می‌شود. من صریحاً میتونم بگم هیچ ارتباطی این افراد با بی بی سی نداشتند، قبلا هم اینو گفتم. اما مستندات این گزارش راز دستپاچگی سبا را به باد خواهد. اینجا یک پارتی شبانه در دل لندن است.
پارتی که میهمانان و میزبانانش کارکنان بی بی سی فارسی هستند. اینجا در میان چهره های ناشناخته چهره هایی هستند که در مقابل دوربینی به غیر از این دوربین هم حاضر می شوند یا حداقل در پشت صحنه آن حضور فعال دارند. اینجا محفل بازیگردانان بی بی سی فارسی هست، ولی بی بی سی فارسی تنها نیست، هم صدای امریکا هست، هم شبکه‌ای به نام من و تو. مثلثی از سه رأس، یک رأس آن فرهنگ را هدف قرار داده و بی بندوباری را ترویج می کند. شراب موش. رأس دیگر آن هم بدون نقاب مردم را هدف قرار می دهد که دشمنیش بیش از پیش مشهود است. سازگارا و نوریزاده و چالنگی و صدای آمریکا از لیگی دفاع کردند. اما رأس دیگر بی بی سی فارسی است که علاوه بر پیشبرد دو هدف قبلی، جستی به اصطلاح بی‌طرف به خود می‌گیرد و به نوعی دیگر فعالیت می‌کند. اما از این محفل شبانه وارد اتاق دیگری در لندن می‌شویم، جایی که همان افراد حضور دارند اما قرار است برنامه ریزی‌هایی را هم انجام دهند. برنامه هایی که اجرایش تا قلب تهران کشیده می شود اگرچه ناکام. برای اجرایی شدن این تصمیمات رابطینی نیاز است، مثل این: من دوستانی دارم در بی بی سی که شاغل هستم و با اینا در تماس بودم که به من پیشنهاد شد برای کار تو بی بی سی اقدام بکنم. دو تا از اعضای کمپین استادیوم از من خواستن که با دوستانم در بی‌بی‌سی تماس بگیرم که در واقع خبر این کارشون رو بتونن به اونا برسونن و در واقع من دوتا اوزا کمپین استادیوم رو به دوستانم در بی‌بی‌سی معرفی کردم. اینها با بی‌بی‌سی همکاری میکردن، منبعشون در ایران بودن یا هر چیزی دیگری کاملا بی اساسه. اما این رابطین از دوستان و آشنایان کارکنان بی‌بی‌سی هستن تا خوانندگان زیرزمینی که برای مطرح شدن تن به هر کاری میدن، مثل این مورد که خواننده زیرزمینی با سودای سفر به انگلیس تطمیم شود برگزار کننده محفل های ضد دینی و شیطان پرستی شود. گاهی هم برای جذب این رابطین در داخل کشور وعده هایی داده می شود که کمتر به آن عمل شده است. البته برای هدف قرار دادن باورها و فرهنگ های یک ملت هزینه ها بالاست. برای نمونه این سند نشان می دهد تهیه کننده برنامه‌ای به نام کوک حاضر است چه مبالغ هنگفتی را برای چند دقیقه خواندن یک خواننده لس آنجلسی از جیب بی بی سی هزینه کند. من براتون پخش کنم، کیف کنید. برای جذب و آموزش رابطین هم هزینه های زیادی می شود، مثل اردوهای آموزشی که در نزدیکترین کشورهای همین حوالی صورت می گیرد. اینجا ترکیه است و این هم کارگاه آموزشی عوامل داخلی بی بی سی و این هم مربی کهنه‌کار و ناماشنای آنها. بی بی سی آیا دوره آموزشی داره؟ ده به هیچ وجه. رزومه خواستن از ما و رزومه کاری فرستادیم برای اون دوره‌ای که قرار بود برگزار بشه. در این محفل هم چاشنی ابتذال جزو لاینفک برنامه است. اما وظایف این رابطین چه بود؟ تهیه گزارش‌های جعلی از مراکز حساس و وضعیت اجتماعی کشور نخستین اقدامی است که بی بی سی فارسی از همکاران داخلیش طلب می‌کند. یکی از آشنایانی که اینجا توی مطبوعات می‌شناختم به من پیشنهاد کرد که خبرهای موسیقی و گزارش موسیقی و مصاحبه موسیقی از کنسرت‌هایی که برگزار میشه و برنامه‌هایی که در ایران هست برای سایت بی بی سی بفرستم. بی بی سی هیچ کسی رو در ایران باش همکاری نداره. قدم بعدی اجرایی کردن برخی از طرح‌های ضد فرهنگی، مثل به راه انداختن مدلینگ به سبک‌های مبتذل غربی در یک واحد مسکونی از خیابان‌های تهران است که برگزار کنندش همکار بی بی سی فارسی داره. اگرم ما در ایران با کسی زنگ بزنیم می‌خوایم باهاش مصاحبه بکنیم و پخش بکنیم، همین اینها بی اساسه.
اما مطالبات بی بی سی از رابطینش به همینجا ختم نمی شود و تهیه تصاویر و جمع‌آوری اطلاعات از مراکز مهم می شود یکی دیگر از مأموریت‌های آنها. برای نمونه در موردی از عامل بی بی سی فارسی خواسته می شود تا از نقاط مهم و حساس سکوهای نفتی تصاویری تهیه شود که عامل مذکور ضمن ساخت کلیپ خوانندگی غیر مجاز تصاویری هم از نقاط حساس و ویژه برای بی بی سی ارسال می کند، تصاویری که از پخش آنها معذوری. یا اینکه فرد دیگری مأموریت می‌یابد تا شماره تلفن‌های برخی شخصیت‌های سیاسی فرهنگی را پیدا کند و به بانک اطلاعاتی بی بی سی فارسی ارسال و تزریق نماید. که اگه واقعا برای بی بی سی کار میکردن لااقل من میدونستم و همچین چیزی بی اساسه، واقعا به هیچ وجه ارتباطی با بی بی سی نداشتم. واقعا من نمیدونم معناش چیه. چشون روباه